در واقع ببینید پرستش برمیگرده به از زمانهای خیلی قدیم در واقع شروع میشه تاریخش، از زمانی که در واقع انسان هنوز غارنشین بوده، از در واقع خیلی کوچیک در واقع زندگی میکرده، توی یه طبیعت بسیار خشنی بوده، هیچ چیزی از مکانیزم دنیایی که در واقع توش زندگی میکنه نمیدونسته و خب همه چیز براش خطرناک بوده، یه شکارچی بوده یا چیز بوده، کسی که از خونه میرفته هر روز بیرون از غار میرفته بیرون نمیدونسته که اصلا برمیگرده خونه یا نه، ترس از محیط، ترس از مرگ، همیشه ترس از ناشناخته ها وجود داشته. این در واقع باعث میشده که همیشه در واقع احساس ضعف بکنه نسبت به محیط، احساس ضعف کنه نسبت به دنیای اطرافش، احساس در واقع ناامنی بکنه و به همین خاطر همیشه این نیاز رو احساس کرده که دنبال یک حامی قدرتمند باشه، حتی تخیلی، حتی در واقع دلگرمی، یک در واقع چیزی که بهش آرامش بده. این در واقع باعث شده که یه روندی به وجود بیاد که در واقع ما به حال انسان‌ها به خاطر اینکه نسبت به بقیه حیوانات قدرت تفکر و تخیل بیشتری داریم، روند استاندارد در واقع تکامل بشری که بر اساس قدرت تکامل در واقع زیستی که بر اساس به اصطلاح بالا اومدن قدرت اون حیواناتی که قدرت بدنی بیشتری داشتن بقا پیدا میکردن، بقیه چیز میشدن، این در واقع توی به خاطر هوش بشری شکسته شده. این روند استاندارد یه سری تونستن از افراد با به وجود آوردن یک سری مفاهیم در واقع از مغزشون استفاده کنن و در واقع بتونن در واقع یه سری کسایی که ذریب هوشی پایین تری دارن در خدمت خودشون بگیرن. مثلا تو اون داستانی که من نوشته بودم، یه شخصی که نمیتونه خودش شکار بکنه میاد مثلا فرض از استخونهای حیوانی که چیز شده یه دونه گردنبند میسازه، وانمود میکنه که روح خرسی که مثلا شکار کردن پروتکت میکنه کسی که این گردنبند رو داشته باشه، در ازاش مثلا اینو میفروشه به زن یکی از جنگجویان قبیله و به جاش گوشت میگیره. یعنی این رو در واقع تبدیل میکنه به یک سیستم در واقع فروش یک عقیده، فروش یک رویا، فروش یک در واقع اعتقاد واهی، یک توهم و اینجوری سروایو میکنه. این به تدریج تبدیل میشه به یک روندی که در واقع آروم آروم تبدیل میشه به یک جور نگرش مذهبی، در واقع به یک جور در واقع اعتقاد به یک نیروی خارج از چیزی که حالا در واقع انسان ها همیشه فکر میکردن که در واقع این حالا یا یه توتم میساختن پرستشش میکردن یا به اصطلاح فکر میکردن روح مثلا قبیل، روح جنگل، روح خرس، روح نمیدونم چیز، یا مثلا حتی مظاهر طبیعی مثلا خورشید رو میپرستیدن چون فکر میکردن مثلا یه موجود خیلی خاصیه که در واقع چیز میکنه. این همیشه در واقع سعی کردن به شکلهای مختلف خودشون رو ارضا بکنن، اون حالت به اصطلاح چیزی که دارن، از ترسی که داشتن از محیط، از اطراف، از در واقع محیط خشنی که نمیشناختن رو در واقع سعی کردن به این شکل برای خودشون در واقع به اصطلاح چیز کنن، اون خلای خودشون رو پر بکنن. حالا این هم و واقعا چه بخواید مثلا همین این حالت همیشه وجود داره. یعنی شما همین الان هم که در نظر بگیرید، این بشر امروز همین روند رو همچنان داره تکرار میکنه. یعنی چیزی نیستش که از قدیم، مثلا همین الان بخواید شما در نظر بگیرید یه ویروس کرونا که پارسال اومد، مثلا خب یه دقیقا همون حکم رو داشت برای بشر امروزی، ناشناخته بود، هیچ کسی نمیدونست چیه، همه میترسیدن دیگه، واقعا مثلا دست به دامن روغن بنفشه شدن ملت، یعنی میدونم داروی امام کاظم، چیزی این مدلی نایاب شد که یعنی واقعا، یعنی خودتون هم همه میدونن که در واقع این واقعا چیز نیست، ولی از ترس وقتی ملت از در واقع چیزی میترسن، وقتی مردم از یه چیزی میترسن، به هر چیزی چنگ میندازن که در واقع بتونن در واقع خودشون رو در یه تسلی خاطری به خودشون بدن، یه در واقع به هر شکلی که شده خودشون رو به اصطلاح ارضا بکنن، یه وانمود کنن که یه چیزی هست که میتونه در واقع بهشون کمک بکنه. خارج از بحث در واقع حالت حامی که در واقع بهش نیاز داشتن، یه بحث دیگه هم هست که مثلا خب راجع به جهان چیزی نمیدونستن، راجع به طرز کار کره زمین، طرز کار
طرز پیدایش وقایع طبیعی. و طبیعتاً این خب باعث شده که یه سری افسانه هایی در واقع برای خودشون شروع کنن به ساختن، یه سری موجود خیالی تصور کنن که مثلا اینها دارن دنیایی که توش زندگی میکنن رو در واقع میگردونه، و در واقع اینها در واقع به اصالت داستان های اساطیری و افسانه ای شروع شده، آروم آروم تبدیل شده به در واقع خدایان اساطیریشون. و عرض به حضور شما که در واقع این تبدیل شده آروم آروم به خدایان و مذاهب. مثلا فرض کنید برای حرکت خورشید واسه خودشون در نظر می گرفتن خب خورشید چجوری مثلا چیز میکنه، هیچ توجیهی نداشتن که راجع به کره زمین و سیارات و چیزا. واسه خودشون فرض میکردن یه خدایی هست به نام هلیوس مثلا، میاد مثلا یه عرابه داره میاد از این طرف زمین حرکت میکنه، توی آسمون حرکت میکنه میره اون طرف، رعد و برق میزده. میگفتن خب این یک مثلا اسکاندیناوی‌ها اعتقاد داشتن مثلا خب یه خدایی هست به اسم سور مثلا با پتکش میزنه روی سندون، اون رعد و برقی که میزنه در واقع چیز هستش، اون جرقه که بر اثر این ضربه در واقع داره چیز میشه. یا مثلا فرض کنید داستان های یونانی رو که مثلا چیز بکنید، مثلا فرض کنید برای توجیه مثلا فصل ها یه داستانی اختراع کردن، مثلا فرض کنید که پرسفونه رو مثلا هیدس میاد میدزده که الهه باروری، و عرض به حضور شما که الهه باروری ده و باعث این رو در واقع هیدس که خدای آندرورلد بوده میاد میدزده میبره توی آندرورلد، و عرض به حضور این چهار تا دونه انار میخوره اونجا، بعد که میان نجاتش میدن به خاطر اون چهار تا دونه رو در واقع محکوم میشه که چهار ماه در سال برگرده به آندرورلد، که زمستون رو اینجوری توجیه میکردن که این چهار ماهی که اون میره اونجا در واقع زمستون دیگه گیاه ها رشد نمیکنن به خاطر اینکه خدای پرستش در واقع در زیر زمین هست، وقتی برمیگرده دوباره بهار میشه در واقع چیز میشه. مشابه اینها توی افسانه های ملت های مختلف در واقع تکرار شده، و اینا به آروم آروم تبدیل شده در واقع به یه سری در واقع مثلا خدایان یونانی تشکیل شدن در واقع همینجور همه یه چیزها. و در واقع این مذاهب کلن همیشه دست گذاشتن روی چیزهایی که بشریت هیچ ذهنیتی نسبت بهشون نداشته و شروع کردن با یه جواب آماده اون نادانی بشر رو پر کردن. یعنی مثلا به فرض مثلا توی اون تایم میگفتن مثلا میدونی مثلا رد و برق علتش چیه؟ نه نمیدونی. خب به خاطر اینه که خدای مثلا تور داره میکوبره چیز. میدونی دو شکل دیگه مثلا میدونی بعد از مردنت کجا میری؟ طرف میگه نه. خب نه، میری مثلا به بهشت یا میری به جهنم یا میری به... یعنی در واقع هر چیزی رو که علم نمیتونه توجیه بکنه یه عده‌ای اومدن در واقع یه سری داستان درست کردن و اون رو به خورده در واقع چیز دادن، به اصطلاح این رو جایگزین کردن با... یعنی بدون اینکه لازم باشه هیچ دلیل علمی داشته باشه، بدون اینکه در واقع هیچ چیزی داشته باشه، فقط در واقع سعی کردن از این ضعف علم و ضعف دانش بشری استفاده بکنن که در واقع این رو به اصطلاح ارائه بدن تحت عنوان یه فکت، یه واقعیت، و خب موفق هم بودن و این از این طریق هم در واقع خب شروع کردن به امتیازگیری، شروع کردن به جمع کردن پیروان، شروع کردن به مثلا جمع کردن مردم دور خودشون، با استفاده از اینها شروع کردن در واقع با مقدس کردن در واقع اینها به تدریج در واقع تونستن برای خودشون چیز جمع کنن، حالا از حالا قربانی هایی که میگیرن، از نمیدونم نزوراتی که میگیرن، از نمیدونم اینی که قدرت سیاسی که میگیرن، مثلا خیلی راحت مذاهب میتونن مثلا پیروانشون رو جمع بکنن با یه فتوای جهاد در واقع لشکر داشته باشن از سربازانی که بدون بیجیر و مواجب براشون کار میکنن، میتونن در واقع یه چیز بکنن که همه مذاهب در واقع چه کلیسا رو حساب کنین تو اسلام رو حساب بکنین، همشون خمس و زکات دارن، چیز دارن، اعانات دارن، برای خودشون در واقع یه ارگانیزیشن بزرگ پولسازی در واقع درست کردن، و خب خیلی راحت مثلا خب چرا از این استفاده نکنن وقتی که قابلیتش رو داره که بتونن در واقع چیز بکنن. این یه منبع بزرگی از در واقع درآمد و قدرت و ثروت هست، خب چرا استفاده نکنن؟ یه مقدار زیادی از در واقع
این فازی که در واقع مذاهب رو تغییر چیز میکنه اینه که به نقدی من در واقع انسان قبول نمیکنه که نمیخواد قبول کنه که یک موجود بی اهمیته. ما در واقع واقعیت قضیه اینه که ما یکی از گونه های حیات هستیم توی یکی از بخش های یک سیاره بسیار کوچیک در یکی از کهکشان های خیلی بی اهمیت توی کل کائنات، در واقع یونیورس بخوایم حساب بکنیم. ما خیلی چون دوست داریم در اون حس خودبینیمون، اون حس خودپرستیمون، اون حس از خود متشکر بودنمون در واقع نمیخواد اجازه بده که ما احساس کنیم که واقعا ما هیچی نیستیم، ما واقعا موجودی هستیم که ارزشی نداریم. فکر دوست داریم همیشه هر قصه‌ای رو که به ما در واقع حس بهتری بده قبول بکنیم. به نظر من یکی از دلایلی که مذهب چیز میکنه اینه، رشد میکنه. بخوام که وقتی بگم مثلا تو اشرف مخلوقاتی، تو بهترین چیزی، اصلا کل همه اینها خلق شده فقط به خاطر اینکه تو آزمایش بشی، ببینن مثلا فرض کنید چون این الان چیکار کردی، فردا چیکار کردی، دیروز چیکار کردی، بعد کلا هم ما قرار نیستش مثلا بمیریم، چیز کنیم، حاضر نیستیم فناپذیری رو قبول بکنیم، حاضر نیستیم که قبول بکنیم که الان که میمیریم مثلا دیگه تموم شد، هیچ چیزی دیگه نیست، بعدش داستانمون تموم شده. ما دوست داریم هم به اصطلاح اون خودمون رو حفظ کنیم. به همین خاطر اون حس ترس از فنا شدن باعث میشه که هر در واقع داستانی که بهمون بگه بعد از مردنت یه چیزی هست رو قبول بکنیم، دوست داشته باشیم که واقعی اون در واقع دروغ شیرین رو قبول کنیم ولی واقعیت تلخ رو قبول نکنیم. یه مثالی من مثلا قبلا یه بار زده بودم توی توییترم، گفته بودم در این مورد، گفته بودم مثلا فرض میکنیم یک موجود تکسلولی وجود داره، این موجود تکسلولی در هر ثانیه، در هر 1 میلیاردیوم ثانیه مثلا این به دنیا میاد و رشد میکنه و تولید مثل میکنه و از بین میره. فرض میکنیم این موجود تکسلولی هم یه به لولی از هوش مصنوعی رسیده که مثلا به لولی از هوش رسیده که میتونه مثلا دنیای اطرافش رو چک کنه، در واقع درک کنه و این دانش رو منتقل کنه مثلا به نسل بعدی خودش. فرض کنید این موجود رو یه دونه مثلا سیب داره زندگی میکنه، این موجود بعد شما این سیب رو میندازید هوا، یه چرخی بزنه بخوره زمین، این موجود در چه برداشتی داره از محیط اطرافش؟ این موجود تکسلولی الان مثلا به دنیا میاد، میبینه روی سطحیه چیز قبل اینکه بخواد اتفاق بکنه بیفته از ما این رفته، 1 میلیارد نسل این موجود میگذره، 1 ثانیه در واقع میگذره زمان، این موجود 1 میلیارد نسل چیز میشه، دانشش رو در واقع نسبت به محیطی که روش زندگی میکنه سعی میکنه منتقل کنه به نسل‌های بعدی. اینا حس متوجه میشن که روی یه دونه محیطی دارن زندگی میکنن، یه محیط گردی هست مثلا، نهایتا بعد از چند نسل این نتیجه میرسن که کرویه، به این نتیجه میرسن که داره تکون میخوره، به این نتیجه میرسن که داره مثلا بالا میره. همینجور در واقع این در واقع سعی میکنن تکنولوژیشون رو پیشرفت میدن، هی سعی میکنن بیشتر بفهمن، محاسبه میکنن که میگن نسبت به محیط اطراف ما ظاهرا داریم میچرخیم، حساب میکنن سرعت بالا رفتنشون داره کم میشه، بعد از چند ثانیه حساب میکنن که ما چند ثانیه بعد به نقطه اوج میرسیم، بعد شروع بود که پایین رفتن شروع میشه و احتمالاً مثلا اون لحظه‌ای که بخورن زمین رو حساب میکنن که چقدر ممکنه طول بکشه، اسمش رو میذارن آخر الزمان. و خب قطعاً این موجود وقتی که داره به خودش حساب میکنه همچین چیزی رو، این موجود اگر واقعا به اون سطح درک رسیده باشه با خودش فکر نمیکنه هیچ وقت که مثلا واقعا یک موجود بی اهمیت هست که در واقع چیز شده، واسه خودش فکر میکنه که تمام این در واقع این سیب و این بالا رفتن و اون پایین رفتن و فلان اینا همشون در واقع چیزی هست برای اینکه اینا آزمایش بشن، اینها نمیدونم چیز بشن، یه داستان خیلی بزرگی پشت این داستان هست، نمیتونه فقط همین باشه که یه در واقع کل داستان اینه که ما داریم میریم بالا میایم با این تموم شد، در واقع چیز میکنن. و ولی واقعیت قضیه از دیگه ناظر خارجی اونا فقط چند تا موجود تکسلولی فسقلی هستن که قراره مثلا چند ثانیه زندگی بکنن، هیچ اهمیت کوچکترین اهمیتی نه برای دنیا دارن، نه برای ما دارن، نه برای هیچ چیز دیگه، و خودشون برای خودشون یه حس از خود متشکر بودنی دارن که نمیتونن باور کنن که واقعا فقط همین هستن. ما هم در واقع از دید یک ناظر خارجی بزرگتر شاید دقیقا همینطور هستیم، ما یه سری موجود دقیقا در همون حد موجود تکسلولی هستیم که روی دونه کره بسیار کوچیک داریم زندگی میکنیم، منتها به دلیل اینکه نمیتونیم قبول بکنیم که در واقع واقعا شاید ما اینقدر ناچیز هستیم، دوست داریم به هر قصه و هر چیزی که حس خوبی بهمون میده در واقع
دست بندازیم و عرض به حضور شما که سعی کنیم که قصه های شیرین رو قبول بکنیم. یه مسئله دیگه که در واقع باعث میشه که به نظر من در واقع مذاهب رشد پیدا کنن و طرفدار داشته باشن بین مردم، این هستش که خیلی از ما جرأت قبول مسئولیت انتخاب هامون رو نداریم. یعنی عرض به حضور شما که مثلا فرض کنید من خودم مثلا کسی رو میشناسم که مثلا برای ساده ترین تصمیمات زندگیش یه تاس تو جیبش بود، عرض به حضور شما تاس مینداخت شیر یا خط میکرد که در واقع به این صورت کار همه کاراش رو بر همین اساس انجام میداد. این در واقع این شخص مثلا به عقیده من همیشه اینجوری بود که نمیتونه حتی قبول بکنه مثلا که چه تصمیمی داره میگیره، میخواد در واقع چیز کنه اگه یه کاری کرد به اشتباه خورد نیاد بگه من اشتباه کردم، بگه خب اینجوری شده بود. مثل کسی که استخاره میکنن، مثل کسی که فال میگیرن، اینا در واقع کسی هستن که قدرت تصمیم گیری ندارن و در واقع سعی میکنن یه دستورالعملی برای خودشون در واقع اختراع بکنن طبق اون برن جلو که پس فردا اگه به هر مشکلی خوردن نیام بگن مثلا من اشتباه کردم، من انتخاب نکردم، من متوجه نشدم. به عقیده من دید مذهبی هم همینطوریه. یعنی مثلا شما یک کتاب میذاری جلوت، درست یا غلط یا هر چیزی، حتی اگه فکر میکنی بعضی قسمتش ممکنه به نظرت با عقلت جور در نیاد، با منطقت جور در نیاد، شما در واقع اطاعت میکنی از اون کتاب، از اون دستورالعمل، به خاطر اینکه فردا وقتی بهت گفتن چرا تو این کارو کردی، دستور خدا بود، من طبق رفت دستور رفتار کردم. در حالی که این سلب مسئولیت نمیکنه از کسی. متاسفانه این در واقع دید غلطیه که دارن در واقع. این همونطور که مثلا فرض کنید افسرهای نازی رو هم که بعدا محاکمه کردن، اونا گفتن ما مأمور بودیم و معذور بودیم، ولی این باعث نشد که در واقع چیز بشه، از بار جرمشون کم بشه، از بار در واقع مسئولیتشون کم بشه، چون حتی معذور هم باشید، مأمور هم باشید، دستور از بالا هم بسته باشه، تو این کارو کردی و این در واقع باعث نمیشه که عرض به حضور شما که اون حس مسئولیتی که شما داری نسبت به رفتارهات بخواد از بین بره. عرض به حضور شما که یکی دیگه از دلایلی که عرض به حضور شما که در مورد به شکل گیری نگرش مذهبی چیز هستش، نیاز به انطباق با جامعه است. عقیده من یه فیلمی بود که مثلا فرض کنید یه حالت دوربین مخفی بود، ما یه چند نفر نشسته بودن، یه سالن انتظار بود، چند نفر نشسته بودن اونجا و منتظر، البته خب این همشون در واقع هماهنگ شده بودن با خود دوربین مخفی، 5 6 نفر نشستن توی سالن انتظار، یه شخص جدیدی که خب از جریان خبر نداره میاد اونجا میشینه، هر مثلا حدود یک دقیقه یه بوق خاصی پخش میشد، این همه افرادی که اونجا بودن غیر از اون یه نفری که خب در جریان نبود، بقیه همه هماهنگ کردن، بلند میشدن، وامیستادن، دوباره میشستن. عرض به حضور شما که خب اون شخص جدید براش خیلی عجیب بود که چرا وقتی بوق میزنن همه وامیستن. این کار همینجوری ادامه پیدا کرد، 3-4 دفعه چیز کرد، اون شخص چیزام شروع کرد واسه در واقع خب یه حکمتی داره دیگه، بلند میشد وامیستاد، همراه اینا میشست. به تدریج یکی دو نفر دیگه اومدن وارد سالن شدن نشستن، یکی دو نفر از اون اولیا که هماهنگ شده بودن رفتن بیرون، عملا نصف جمعیت در واقع چیز بود، ولی خب اون جدیدن که میومد وقتی بوق میزنه همه بلند میشن، اونم دوباره همین کارو تکرار میکرد. بعد از یه مدت مثلا بعد از یه 10 دقیقه همه اون افراد اولیه که این بازی رو راه انداخته بودن از سالن میرن بیرون، همچنان اون بوق داره تکرار میشه میزنه، همچنان همون ملت همشون بلند میشن وامیستن و میشینن. یعنی اصلا بدون اینکه خودشون هم بدونن چرا دارن این کارها رو میکنن، فقط به خاطر اینکه میبینن جامعه اطرافشون داره یه رفتاری رو در واقع تکرار میکنه، این حسی بهشون دست میده که خب حتما این رفتار درسته، اگر همه این کارو نمیکردن. این در واقع خلاف جهت جامعه شنا کردن، خلاف جهت آب شنا کردن، یه هزینه‌ای داره که خیلی از در واقع انسان‌ها سعی می‌کنن ندن، ترجیح میدن مثلا همون کاری که به نظر خودشون حتی اگه منطقی نیست، حتی اگه درست نیست، حتی اگه اصولی نیست رو انجام بدن، ولی هزینه در واقع خلاف آب شنا کردن رو ندن. این میتونه یکی از عوامل بسیار بزرگی باشه که باعث میشه که در واقع یه چیزایی مثل مذهب، در واقع شما وقتی یه جامعه ای زندگی میکنی که همه مذهبی هستن، همه نماز میخونن، همه مثلا یه سری کارها رو انجام میدن، شما نمیای مثلا چون
در واقع خب همون کارو بذارید ما هم انجام بدیم، چه اشکال داره؟ ما در واقع به جای بر نمیخوره. این خودش در واقع یک از چیزهایی هست که باعث میشه که مذاهب در واقع چیز بکنن، به اصطلاح جا بیفتن توی جامعه و در واقع به اصطلاح پذیرفته بشن. یکی دیگه از عواملی که به عقیده من باعث میشه که مذاهب در واقع نفوذ پیدا میکنن توی جامعه، حمایت در واقع حاکمین هست از مذاهب. و در واقع توی در طول تاریخ رابطه بین حکام سیاسی و حکام مذهبی همیشه خیلی رابطه تنگاتنگی بوده. در واقع من با این دید نگاه میکنم به این داستان که مثلا مذاهب خب به هر حال شعارشون در اصل حداقل در ظاهر شعارشون این هستش که مثلا کارهای خوب بکنه، کارهای بعد قتل و فلان و دزدی و چیز بده. حالا کاری نداریم که در عمل به چه رفتارهایی از خودشون نشون میدن وقتی به قدرت میرسن، ولی خب بیسشون در واقع برای این هست، برای عوام بیسشون برای این هست که شما در واقع مثلا چیز کنید، دزدی نکنید، دروغ نگید، مثلا قتل نکنید، فلان نکنید، چیز نکنید. خب شما فرض بکنید شما حاکم یک جامعه هستید، اگه قرار بشه مثلا خودتون بخواید قوانین رو فورس کنید توی جامعه، احتیاج به هزاران مأمور دارید، به مخارج دارید، به نیرو دارید، به هزینه دارید، به وقت دارید، به چیز دارید که جامعه رو کنترل کنید، از هر جامعه جلوگیری بشه. وقتی که شما در واقع میتونی از یه ابزاری مثل مذهب استفاده بکنی، این کمک خیلی بزرگی به حاکم جامعه میکنه که در واقع شما وقتی مردمتون اتوماتیک در واقع به خاطر حالا ترس از یک موجود تخیلی به نام خدا، به نام جهنم، به نام چیز، یا به طمع مثلا بهشت بخوان در واقع یه سری حرکات رو انجام بدن یا ندن، انگار که پلیس داخلی در واقع شما تو مغز هر کدوم از انسان‌ها داری نصب می‌کنی که اون چیزی که شما می‌خوای رو در واقع انجام بده. حالا میتونه این باشه که خب درصد جرم و چیز رو بیاری پایین برای این وسیله در واقع با استفاده از چیز، و از طرف دیگه هر وقت لازم باشه میتونی کنترلشون کنی در واقع به هر شکلی که بخوای با استفاده از در واقع همون چیزی که توی مغز ملت نصب کردی به صورت در واقع چیز میتونی کنترلشون کنی. شما یه رهبر مذهبی خیلی راحت میتونه در واقع با یه فتوای جهاد در واقع چیز کنه، تبدیل کنه هر در واقع هر شهروند رو میتونه تبدیل کنه به یک سرباز مجانی. چرا که استفاده نکنن از همچین قابلیتی؟ در واقع این یه رابطه متقابلی بوده بین حاکمین سیاسی و حاکمین مذهبی، دو تاشون هوای همدیگه رو داشتن. حاکم مذهبی در واقع همیشه حاکم سیاسی رو چیز می‌کرده، به اصطلاح جانشین خدا بر روی زمین تلقی می‌کرده، به اصطلاح چیز می‌کرده، همیشه حمایتش می‌کرده، همیشه در واقع بهش جنبه تقدس می‌داده و در ازاش مثلا چیز میکرده، خب یه سری امکانات میگرفتن که بتونن تو جامعه فعالیت کنن، اعانشون رو جمع بکنن، مثلا در واقع چیز داشته باشن، همیشه معاف از مالیات بودن، هنوز هم هستن، واسه شون در واقع خیلی رابطه خوبی بوده که در واقع با همدیگه بتونن در واقع چیز بکنن.